آوردن این اصلاحات از سوی جنرال مایکل تی فلین رئیس استخبارات بخش فرماندهی نظامی در افغانستان مطرح شده است و در خبرنامه از سوی مرکز امنیت تازه ایالات متحده آمریکا به نشر رسیده است. باید یک گروه ساخته شود تا با فرماندهان کار کنند و اطلاعات را گردآوری نمایند. من به این باور هستم که استخبارات نقش عمده ای را در کار از میان بردن رهبری دشمن بازی می کند و ما می خواهیم که استخبارات با نظامیان و نهادهای دولتی نیز در ارتباط باشد. بمبگذاری های کنار جاده عامل نخست تلفات نظامیان کشورهای غربی در افغانستان است و وسیله اصلی طالبان و دیگر جنگجویان برای هدف قرار دادن این سربازان به شمار می رود. فلین و دو مقام دیگر امریکایی می گویند که برنامه های استخباراتی در افغانستان تنها روی جستجوی شورشان و بمبگذاری کنار جاده متمرکز هستند و همین کار سبب شده است تا به اطلاعات درباره افغانها جلسات محلی، نشرات، رادیوها و منابع دیگر کمتر توجه شود. در همین حال برخی از کارشناسان در کابل توجه بیشتر به گردآوری اطلاعات را در حل مشکلات امنیتی مؤثر می دانند. فکر می کنم کمی دو مسئله، مسئله بمهای کنار جاده یک و مسئله نفوذ به حد و حصر عناصر وابسته به القاعده در شبکه استخبارات امریکا و همچنان زیربناهای امنیتی افغانستان باعث شده باشه که اینا دست به کار زدن که یک توجه خاصی شود به معلومات جمع کردن در رابطه با مسائل استخباراتی. ارگانهای کشفی از اینا بسیار سطحش پایین است. اینا هیچ وقت یک اطلاع دقیق ساخته نمیتونه و زمانی که اطلاع دقیق نشد اینا وزی که هدف بزنن اینا به بیراها میرن و تلفات ملکی به وجود می و زینه تاره میبینن که چقدر مکدر میشه. عکس العمل هم بسیار قوی و خودشان هم فهمیدن که یک اشتباه بسیار بزرگ است. درخواست آوردن اصلاحات در چگونگی کار استخبارات هنگام مطرح شده است که مقام های نظامی امریکا از نخستین تلفات نیروهای این کشور در سال 2010 میلادی خبر دادند. 4 سرباز امریکایی یک روز پیش در بخش های ناامن جنوب افغانستان کشته شدند و یک سرباز بریتانیایی نیز در یک انفجار جداگانه جان باخت.